سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت مخاطبان عزیز شریف و فرهیخته در کانال یوتیوب و آپارات. خیلی ممنونم که هر دو سکو رو دنبال میکنید، مشترک شدید، ویدیوها رو میپسندید و با دوستانتون در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک میذارید. کار خیلی مهم و ارزشمندی در راستای انتشار آگاهی انجام میدید. دستتون رو میبوسم. امروز بنا دارم روی یک موضوع خیلی مهم، همونطور که از تیتر عنوان ویدیو برمیاد، یعنی ملت و امت و قیاس این دوتا با هم دیگه، قصد دارم به این موضوع مهم بپردازم. یک کتاب خیلی خوب بهتون از یک نویسنده خیلی خوب معرفی بکنم که جهان بینیتون رو نسبت به خیلی از مفاهیم منطقه‌ای ما تغییر خواهد داد. موضوعی که در صد و اندی سال گذشته توسط استعمارگران غربی در منطقه غرب آسیا، در منطقه‌ای که ما درش زندگی می‌کنیم، رایج و شایع شد، موضوع تعصب بر ملی‌گرایی یا ملی‌گرایی تعصبی هست. خب اینا مفاهیمی هستش که توسط رسانه‌های وابسته، صهیونیستی، آمریکایی و انگلیسی، یا بذارید بگم غربی، عبری، عربی، در سبد اطلاعات و سبد مطالعاتی مخاطب ایرانی گذاشته میشه در طول این سال‌ها. دو قطبی ها و چند قطبی هایی مثل آریایی و سامی، عرب و عجم، پان ترک و پان کرد و پان عرب و پان بلوچ و تکه بر قومیت هایی که بابت یه سری از اشتراکات مثل زبان، مثل یه سری از این فرهنگ ها دور هم جمع شدن، اینا رو ملیت معرفی میکنن و قصد در افتراق دارن با همون شعار تفرقه بنداز و حکومت کن، اینها رو شایع کردن در منطقه ما و خیلی ها متعصب رو اینا پافشاری میکنن متاسفانه، که اینا دقیقا در برنامه های شیطانی صهیونیست هاست. همونطور که شیطان هم خودش رو برتر میدونست و میگفتش که من از آتشم، این آدم از گل من بهش سجده نمیکنم، هر کسی هم متعصب رو این چیزها پافشاری میکنه در واقع بایستی رجوع بکنه به شیطان درونش. چیزی که از نظر دین ما، شرع ما، فرهنگ ما پسندیده است اینه که تمام انسان ها بر روی کره زمین یکسان هستند در برابر خداوند متعال و هیچ کس بابت اینکه در یک منطقه جغرافیایی خاصی به دنیا آمده یا به یک زبان خاصی تکلم میکنه یا رنگ پوستش این هست و آن هست برتری بر انسانهای دیگر نداره، بلکه با اعمال ما و فضیلت ما، در واقع اعمال ماست و توشه‌ای که با رفتار خوب، اعمال خوب و فرهنگ خوب و پسندیده و رایج کردن اینها در دنیا، با اینها در واقع فضیلت ما تعیین میشه نزد خداوند. لذا این چیزهایی که امروز مرسوم شده تحت عنوان ملیت و قومیت و امثال اینها کاملا از نظر اسلام و از نظر شرع ما، فرهنگ ما، اصلا کاملا مذموم و ناپسنده و اگر کسی تو این بازی ها قرار گرفته واقعا توجه بکنه. اگر ادعای مسلمان بودن و ادعای ما حسینی بودن داریم، توجه بکنه که اینا رفتارهای کاملا غلطیه و 1400 سال پیش پیامبر ما اینها رو برچید. یعنی لیزر جلوتر کتاب رو که بخونم متوجه میشید که چه اتفاقاتی در منطقه ما در طول سالیان پس از اسلام افتاده و اینها آیا مثبت هستند یا منفی. از نظر تعریف کلاسیک غربی راجع به ملت، یعنی واحد سیاسی ملت، اینه که یه عده آدم با یه شعور جمعی و یک احساس مشترک و یک وجدان مشترک دور هم جمع میشن، یک واحد سیاسی رو به نام ملت تشکیل میدن که اینها در یه سری چیزهایی با هم مشترکن، مثل زبان، نژاد یا جایی که درش زندگی میکنن، یعنی شرایط اقلیمی و نظیر اینها. غربی ها اینها رو در واقع به عنوان ملات چسبنده آدم ها و تشکیل دهنده ملت ها عنوان میکنن، اما چند تا از اینا رو میخوام اول بحث معرفی بکنم و راجبشون کوچولو صحبت بکنیم که آیا اصلا اینا قابلیت چسبوندن آدم ها رو به هم دیگه برای همیشه به عنوان یک ملت دارن یا نه. اولین عنصر زبان. خود این زبان دوستان زاییده ملیته، یعنی تا آدم ها دور هم جمع نشن برای ایجاد ارتباط نیاز به یک وسیله ارتباط نداشته باشن، اصلا زبان شکل نمیگیره. بعد از اینکه ملت ها تشکیل میشن، یک جای دور هم جمع میشن، این زبان کم کم ابدا میشه و تکمیل میشه در ارتباط با همسایه‌ها و ملل دیگه، تغییر میکنه و به عنوان چیزی که ما امروز زبان میدونیم در دنیا رایج میشه. اما این پیش از ملت نیست، پس از ملته. پس زبان خودش زاییده ملیته و نمیتونه عامل چسبندگی باشه. همونطور که خیلی ها در آمریکای لاتین به زبانهایی صحبت میکنن که بعضی از کشورهای اروپایی که روزی اونا رو استعمار کرده بودن به اون زبان صحبت میکنن، آیا اونها امروز ملیتشون مثلا شبیه ملیت اروپایی هست؟ نه.
موضوع دوم خصوصیات نژادی. این خصوصیات نژادی هم ثابت نیست. مثلا شما اعراب رو ببینید در عصر جاهلیت، اینها خب رفتارهای سخیف زیادی داشتن، متعصبانه جاهلانه کارهایی میکردن که تعصبی بود، مختص نژاد خودشون بود. اما بعد از اینکه پیامبر اکرم مبعوث شدن و در میان اینها حضور پیدا کردن، دین اسلام رو معرفی کردن، میبینید که بسیار از این اعراب کاملا فرهیخته میشن، از اون خصلت‌های نژادیشون فاصله میگیرن. اما بعدها اگر برمیگردن، باید این که از این اخلاقیات و اصول اسلام فاصله میگیرن. پس نژاد هم خودش چیزی نیستش که بتونیم روش تکیه بکنیم بگیم برای همیشه، یک امر ثابت و یک اصل ثابتیه و این نژادی که باعث میشه آدم‌ها دور هم دیگه ملت رو تشکیل بدن. مطلب سوم که غربی‌ها روش تاکید دارن به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده ملت یا قوام و دوام ملت‌ها، موضوع سنت‌ها و فرهنگ است. این هم خودش زاییده ملیت، یعنی ملت‌ها در طول سالیان به وجود آمدن بر اساس یک وجدان مشترک، شعور جمعی، در کنار هم دیگه قرار گرفتن، بعد به صورت ارادی سری از این سنت‌ها رو ابدا کردن، مثلا سنت عروسی، فرهنگ عزا، احترام پدر و مادر و نظیر اینها. در طول سالیان اینا ابدا شدن بعد از ملیت، بعد از تشکیل ملت، و دست به دست شدن تا امروز به نسل ما رسیدن تا ما بهشون افتخار بکنیم. چرا بهشون افتخار میکنیم؟ چون که بعضی از این سنت ها اگر در راستای قواعد اخلاقی انسانی و سازنده باشن، باعث شکوفایی ملت ها میشن و باعث افتخار آیندگان میشن. اما اگر اینها برخلاف اصول انسانی و اخلاقی باشن، خب بعدها هم باعث نابودی ملت ها میشن. همونطور که میبینیم سرنوشت یونان باستان، روم باستان و مصری ها رو و قوم لوط یا ثمود و اقوامی که در قرآن در تاریخ به اینا اشاره شده، می‌بینیم که وقتی برخلاف اخلاق عمل می‌کنن و برخلاف اصول الهی عمل می‌کنن، خیلی زود نابود میشن و از بین میرن. پس این هم نمیتونه باعث قوام و دوام باشه که هیچ خودش زاییده ملیت اصلا. یعنی بایستی پس یه سری افراد باشن، اول ملت، بعد سنت‌ها به وجود میاد. مسئله بعدی که قواعد کلاسیک غربی بابت ملی بودن یا ملیت، ایجاد یک ملیت روش تکیه میکنه، موضوع اقلیم هست. این موضوع اقلیم هم این موضوع ثابتی نیست. همونطور که مثالهای مختلفی در طول تاریخ داره، اصلا تاریخ معاصر ما داره، همین الان در انگلیس، بین انگلیس و ایرلند، با اینکه اینا اشتراکات فراوانی در طول تاریخ دارن، اما باز نمیتونن کنار هم جمع بشن و دو تا ملت متفاوتن، در حالی که در یک اقلیم مشترک دارن زندگی میکنن. من همه اینا رو از کتاب دارم براتون نقل قول میکنم، جلوتر حالا یه بخشم براتون میخونم. در همین کتاب آمده اینها و یه جایی هم حتی به هندوستان اشاره میکنه که هندوها و مسلمانان هندوستان که در یک اقلیم مشترک زندگی میکنن، هیچ تشابه و اشتراکی با هم دیگه ندارن، با اینکه در یک اقلیمن. پس حضور در یک اقلیم مشترک هم لزوماً باعث اتحاد و جمع کردن آدم‌ها به اسم ملت نمیشه. پس تقریباً هیچ کدوم از این عناصری که غربی‌ها به عنوان عوامل چسبنده و ایجاد یک ملت معرفی می‌کنن، واقعاً برای همیشه نمیتونن باعث چسبندگی ملت‌ها بشن. ممکنه در کوتاه مدت بله باعث بشن، اما با یک اتفاق تاریخی، با یک اتفاق سیاسی، با یک اتفاق فرهنگی خیلی راحت از هم می‌پاشن. بریم یه بخشی از این کتاب رو بخونیم با هم دیگه و بعد من کتاب رو بهتون معرفی بکنم که خیلی کتاب جالبیه. ملت پرستی در عصر حاضر. یکی از مسائلی که در قرن حاضر مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است، مسئله ملیت است. در این روزها بسیاری از ملل عالم از جمله مسلمانان ایرانی و غیر ایرانی به این مسئله توجه خاصی پیدا کردن و حتی برخی از آنان به قدری در این مسئله غرق شدن که حد و حسابی برای آن نمیتوان قائل شد. حقیقت این است که مسئله ملیت پرستی در عصر حاضر برای جهان اسلام مشکل بزرگی به وجود آورده است. گذشته از اینکه فکر ملیت پرستی برخلاف اصول تعلیمات اسلامی است، این فکر مانع بزرگی است برای وحدت مسلمانان. این واحد اکنون نیز واقعا وجود دارد، یعنی واقعا در حال حاضر یک واحد بزرگ، زمان انتشار این کتاب نوشته 700 میلیونی اما الان خب بیشتره، وجود دارد که فکر واحد، آرمان واحد و احساسات واحد دارد و همبستگی نیرومندی میان آنان حکم فرماست. هر اندازه جدایی میان آنهاست مربوط به خود آنان نیست. می توجه بکنید که حکومت های استعماری چه می کنن. مربوط به حکومت ها، دولت ها و سیاست هاست و در قرون جدید قدرت های اروپایی آمریکایی عامل اساسی این جدایی هستند. به قول اقبال لاهوری، امر حق را حجت و دعوا یکی است، خیمه های ما جدا، دل ها یکی است.
از حجاز و چین و ایرانیم ما، شبنم یک صبح خندانیم ما. اقبال لاهوری شاعر پاکستانیه. اما از این طرف فکر ملیت پرستی و نجات پرستی فکریست که میخواد ملل مختلف را در برابر یکدیگر قرار دهد. ببخشید صدام افتاده، خیلی حرف زدم. این موج در قرون اخیر در اروپا بالا گرفت. شاید در آنجا طبیعی بود، زیرا مکتبی که بتواند ملل اروپا را در یک واحد انسانی و عالی جمع بکند وجود نداشت. این موج در میان ملل شرقی به وسیله استعمار نفوذ کرد. استعمار برای اینکه اصل تفرقه بیانداز و حکومت کن را اجرا بکند، راهی از این بهتر ندید که اقوام و ملل اسلامی را متوجه قومیت و ملیت و نژادشان بکند و آنها را سرگرم افتخارات موهوم نماید. به هندی بگوید تو سابقه چنین است و چنان، و به ترک بگوید نهضت جوانان ترک ایجاد بکن و پانترکیسم را به وجود بیاور. به عرب که از هر قوم دیگر برای پذیرش این تعصبات آماده تر است بگوید روی عروبت و پان عربیسم تکیه کن، و به ایرانی بگوید نژاد تو آریاست و تو باید حساب خود را از عرب که از نژاد سامی است جدا بکنی. به هر حال موج عنصرپرستی و نژادپرستی که سلسله جنبان آن اروپاییان هستند، مشکل بزرگی برای جهان اسلام به وجود آورده است. همه می‌دانیم که در این اواخر افرادی بیشمار تحت عنوان دفاع از ملیت و قومیت ایرانی مبارزه وسیعی را علیه اسلام آغاز کردند و در زیر نقاب مبارزه با عرب و عربیت مقدسات اسلامی را به باد اهانت گرفتند. آثار این مبارزه با اسلام را که در ایران در کتاب‌ها، روزنامه‌ها، مجلات هفتگی و غیره می‌بینیم نشان می‌دهد که این ابر اتفاقی و تصادفی نیست، یک نقشه حساب شده است و منظوری در کار است. تبلیغات زرتشتیگری نیز که این روزها بالا گرفته و مد شده، یک فعالیت سیاسی حساب شده است. همه می‌دانند که هرگز ایرانی امروز به دین زرتشتی بر نخواهد گشت و تعالیم زرتشتی جای تعالیم اسلامی را نخواهد گرفت. شخصیت‌های مزدکی و مانوی و زرتشتی و همه کسانی که امروز تحت عنوان دروغین ملی معرفی می‌شوند و هیچ صفت مشخصه‌ای جز انحراف از تعلیمات اسلامی نداشتند، خواه آنکه رسماً به نام مبارزه با اسلام فعالیت کرده باشند یا مبارزه با قوم عرب را بهانه قرار داده باشند، هرگز جای قهرمانان اسلامی را در دل ایرانیان نخواهد گرفت. هرگز المغنى و سنباد و بابک خرمدین و مازیار جای علی ابن ابی طالب و حسین ابن علی و حتی سلمان فارسی را در دل ایرانیان نخواهد گرفت. یکی از نکاتی که در این کتاب آمده و من دوست دارم حتما بهش اشاره بکنم اینه که برخی از اروپاییان ادعا میکنن که پیغمبر اسلام در ابتدا که ظهور کرد فقط میخواست مردم قریش رو هدایت بکنه. بعد نوشته که این سخن یک تهمت ناجوان مردان است. چرا؟ هیچ کجا در قرآن نوشته نشده که یا ایها العرب یا ایها القرشیون، مثلا در کتاب نوشته. همه جا گفته یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردن، یا ایها الناس، مردم. و خطابش واقعا به همه جهانیانه در آیات قرآن. چه بسا در جایی نوشته که اصلا با عرب ها اتمام حجت میکنه، اگر شما نپذیرید اسلام رو ملل دیگه هستن، آدم های دیگه هستن رو کره زمین که میپذیرن و اشاعهش میدن و بهش احترام میگذارن. این مطلب رو گوش بکنید، خیلی منطقی و درسته. نوشته مطلب دیگری که در اینجا خوب از تذکر داده شود این است که این امر یعنی خروج یک عقیده، یک فکر، یک دین و یک مسلک از مرزهای محدود و نفوذ در مرزها و مردم دوردست اختصاص به اسلام نداره. یعنی فقط اسلام نیست که از مرزهای حجاز منتشر میشه به مناطق دوردست و دیگرانی هم اون رو میپذیرن. همه ادیان بزرگ جهان، بلکه مسلک‌های بزرگ جهان، آن اندازه که در سرزمین‌های دیگر مورد استقبال قرار گرفتن، در سرزمین اصلی که از آنجا ظهور کردن مورد استقبال قرار نگرفتن. مثلا حضرت مسیح علیه السلام در فلسطین، یعنی منطقه‌ای از مشرق زمین به دنیا آمدند و اکنون در مغرب زمین بیش از مشرق مسیحی وجود دارد. اکثریت عظیم مردم اروپا و آمریکا مسیحی هستند. اونا حتی از لحاظ قاره و منطقه نیز با حضرت مسیح جدا هستند. برعکس خود مردم فلسطین یا مسلمانن یا یهودی. اگر مسیحی وجود داشته باشد بسیار کم است. آیا مردم اروپا و آمریکا نسبت به دین مسیح احساس بیگانگی میکنن؟ من نمیدونم چرا خود اروپاییان که القا کننده این افکار تفرقه انداز هستند هرگز درباره خودشان این جور فکر نمیکنن و فقط به ابزارهای استعماریشان این افکار را تلقین میکنن. اگر اسلام برای ایرانی بیگان است، مسیحیت نیز برای اروپایی و آمریکایی بیگان است. حرف حق و حرف حساب جواب نداره. علت روشن است. آنها احساس کردند که در سرزمین‌های شرقی و اسلامی فقط اسلام است که به صورت یک فلسفه مستقل زندگی به مردم آنجا روح استقلال و مقاومت می‌دهد. اگر اسلام نباشد، چیز دیگری که بتواند با اندیشه‌های استعماری سیاه و سرخ مبارزه کند وجود ندارد.
این کتاب رو بهتون معرفی میکنم، خدمات متقابل اسلام و ایران، نوشته استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری. این چاپ 71 این کتابه. این کتاب در سال 1347 برای اولین بار از سخنرانی ها و سلسله سخنرانی های شهید مطهری نوشته و تألیف شده و 71 بار تجدید چاپ شده تا امروز. کتاب بسیار مهمیه برای کسانی که راجع به مسائل منطقی شک دارن و شعارهای صهیونیستی رو باور میکنن، حتما باید منطق این کتاب رو درک بکنن، بخونن. و 600 صفحه چیزی نیست، به نظرم میتونید با برنامه ریزی در مدت کوتاهی، حتی شده به صورت نوت‌برداری بخونید، هایلایت بکنید، خط بکشید و اینا رو هر از چنگایی مرور بکنید و به خودتون تذکر بدید. به مثابه کتاب مرجع واقعا اهمیت داره. این روزهایی که ما مشغول فعالیت‌های انتخاباتی هستیم برای انتخاب رئیس جمهور آینده کشورمون، لطفاً به این موضوع‌ها توجه بکنید. به این موضوع که کاندیدای مورد نظرتون چقدر تمدنی فکر می‌کنه، چقدر به اتحاد کشورهایی که ما هم فرهنگ هستیم، بخشی از ایران فرهنگی هستن، بابت اینکه ایران فرهنگی خدمات زیادی به اسلام عزیز انجام داده و ذیل فرهنگ اسلامی ما مشترکات زیادی با مردم منطقه داریم و میتونیم یک اتحادیه بزرگ داشته باشیم. همونجور که در این ویدیویی که حالا اینجا لینکش رو براتون میذارم من توضیح دادم که چرا اتحادیه بودن مهمه، چرا اروپایی ها از قانون ویزا استفاده میکنن، ویزا رو بر میدارن و کشورهاشون اتحادیه میشن علی رغم اختلافات ریشه‌ای و عمیقی که با هم دارن، ذیل این اتحادیه بابت منافعشون با هم دیگه ارتباط دارن و یک اتحادیه رو تشکیل دادن، اما این رو در منطقه ما بر نمیتابن. حتما این ویدیویی که معرفی کردم رو هم ببینید، ببینید کدومی که از این کاندیداها حرفاش و برنامه‌هاش تمدنیه و لزوماً به یه سری از کشورها که منافعشون استعمار کشورهای دیگه است در منطقه ما توجه نمی‌کنن و روابطشون رو در کشورهای همسایه که هم فرهنگ هستیم، هم سرنوشت هستیم، برنامه‌شون رو توی این حوزه تمدنی تعریف می‌کنن. ببین کدوم که از این کاندیدا اینطوره و انتخابتون حتما اون باشه و من هم حتما به این توجه می‌کنم. من واقعا من دارم از اینکه اسم کاندیدایی رو بیارم و بخوام تبلیغ و ترویج بکنم، بابت اینکه به هر حال ما در حوزه رسانه فعالیت می‌کنیم و عذرخواهم از کسانی که اگر از من نظر می‌خوان یا توی کامنت‌ها چیزی می‌نویسن و من اونها رو نمی‌پسندم یا جوابشون رو نمیدم، واقعا معذرت می‌خوام. انشالله روز بعد از رأی‌گیری حتما منم عکسی که از برگ رأیم گرفتم رو منتشر می‌کنم که به چه کسی رأی دادم، اما تا قبل از اون معذورم و ازتون عذرخواهی می‌کنم. ویدیو رو همجا میبندم، خیلی طولانی شد. این کتاب رو حتما بخونید و حتما تأثیرش رو در تفکر سیاسی و اجتماعیتون و نحوه برخوردتون با مسائل روز خیلی مشهود خواهید دید. با امید ایران آگاه و متعالی، خدای بزرگوار رو نگهدارتون.